رد صلاحیت روحانی رئیس جمهور 8 ساله نظام که در بیش از 40 سال گذشته همواره بالاترین مناصب رو در این رژیم داشته باعث تعجب خیلی ها در درون و بیرون رژیم شد. این رد صلاحیت سوالات زیادی رو برانگیخت. پاسخ به بعضی از این سوالات موضوع گفتگوی این ساعت ما با آقای علیرضا معدنچی. سلام میکنم خدمت شما، خوش اومدید. خواهش میکنم، من به شما سلام میکنم و همینطور عرض سلام و درود دارم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. آقای معدنچی، رد صلاحیت روحانی رئیس جمهور نظام که 8 سال رئیس جمهور بوده علاوه بر تمام مناصبی که در این رژیم سراسر ظلم و جنایت داشته در عرض 40 سال گذشته، همواره به واقع میشه گفتش که خیلی سوالات رو برانگیخته. نکته ای که هستش اینه که سردمداران رژیم به خصوص خامنه ای در عرض 1 ماه گذشته 6-7 بار به صحنه اومده و روی شرکت مردم در انتخابات بسیار تاکید کرده. بلافاصله بعد از اونم از امام جمعه بگیرین تا هر کسی که به اصطلاح تونسته پاش به اصطلاح تلویزیون یا منابر یا برجه تریبون های خود این رژیم برسه روی این مسئله تاکید کرده. سوال اینه که با وجود این همه نگرانی که خود خامنه ای ابراز میکنه، این تناقض چجوری تعریف میشه؟ خب بله، این همونطور که گفتید تناقضی هست بین اون همه التماس و درخواست برای مشارکت و اینکه تنور انتخابات باید گرم بشه و ابراز نگرانی از سردی تنور انتخابات و این حذف و تصفیه ها و رد صلاحیت ها. اما خب این هزینه ای که خامنه ای حاضر شده بپردازه، یعنی از انتخابات خودش، از زمان انتخابات خودش کم بکنه و اون تا بتونه مهندسی انتخاباتش رو پیش ببره. در اینجا خوبه من این نکته رو بگم که هزینه ای که ازش صحبت میکنیم تنها یا اساسا به اصطلاح یک برگزاری انتخابات با آب و رنگ و خلاصه به قول خود رژیم یا آبرومند نیست. خب قید این رو مدت هاست که خامنه ای زده، البته اگرچه از سودخوری انتخابات نگرانه، بلکه هزینه اصلی که در این قضیه میپردازه در واقع از موضوعیت افتادن همین نمایش انتخابات و چیزی به نام مجلس و مجلس خبرگان و اینا و اون بعضی از باندهای درونی رژیم هم از این بیشتر ناراحتن و ابراز ناراحتی اینا میکنن که آقا به این ترتیب این ویترین انتخابات که خامنه‌ای تا الان خیلی مواظب بود و میگفتش که بله ما در انتخابات داریم، رای دادن داریم و اینا، این از بین میره. هزینش اینجاست. آدمی وقتی که آدمی مثل روحانی و اینا رو، یعنی از افراد درجه یک که این رژیم حذف میشن و راه نمیدن به این نمایش، دیگه خب معلومه که این نمایش حتی برای نیروهای رژیم هم هیچ به اصطلاح جاذبه ای و کسی رغبتی برای شرکت در اون نداره. اما این هزینه رو چرا میپردازه؟ به خاطر اینکه به شدت نیاز داره به انقباض، و انقباض هم یعنی هم خالص سازی، یعنی اینکه تلاش میکنه برای اون چه که در افق تحولات کشور میبینه و خودش رو آماده بکنه برای این تحولات و این طوفان‌هایی که در پیشه. خب خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که 3 تا قیام سراسری دی ماه 96، آبان 98، چند ماه قیام 1401 رو پشت سر گذاشته و به خوبی میدونه که چه چیزی در پیش هست، یه طوفانی در پیشه. من این مثال رو قبلا جای دیگه زدم، خوب اینجا هم تکرار بکنم که مثلا لابد در فیلم‌های خبری دیدید که در جاهایی که مثلا هشدار طوفان میدن و اینا، قرار طوفان بیاد، مردم شروع میکنن به اینکه در و دیوار پنجره ها رو میبندن، تخت کوب میکنن، کیسه شن میچینن و اینا. ظاهرا هوا خیلی آفتابی و هیچ خبری از طوفان نیست، ولی طوفانی در پیشه و اینها برای اون دارن این کار رو میکنن. الان هم طوفانی در پیش، از این طوفانی که صحبت میکنیم، یعنی همین ادامه قیام های قیامی که پشت سر گذاشته رژیم و از اینها به زحمت تونسته گلیم خودش رو از گرداب سرنگونی بیرون بکشه.
خیلی از مهره های رژیم، رسانه های رژیم میگن، مینویسن که این قیامی که در تقدیر و حتمیه، حتمی الوقوعه، خیلی آتشین تر، خیلی هولناکتر از قیام های قبلیه. بنابراین خب خامنه‌ای ناچاره که مثلا همین رژیمش رو آب بندی بکنه تا بتونه با این قیام و عوارض قیام بتونه مقابله بکنه و مقاومت بکنه در برابر این. همه کسایی که من فکر میکنم که دوچار حیرت شدن از رد صلاحیت روحانی و پور محمدی و نمیدونم وزیر اطلاعاتش علوی و اینها، جدیت و اهمیت و ضرورت این انقباض رو خیلی متوجه نیستند و باید به این توجه کرد که این برای رژیم خیلی حیاتیه. آنچنان که ناچار انتخابات رو با همه نمایش انتخابات رو کار کردی که برایش داره و اینا، این رو بذار کنار، به قول معروف عطاش رو به لقاش ببخشه تا خودش رو آماده بکنه برای این قیامی که در پیشه. به عبارت دیگه شما میگین که در جایی که این رژیم و به خصوص خامنه ای نیاز داره که جامعه بین المللی ببینه که به اصطلاح مردم خیلی زیادی اومدن در این انتخابات شرکت کردن و به عبارتی رو به کنار واقعیت قضیه، به اصطلاح در واقع دیگ جوشان جامعه ایران برای یک انقلاب هست، رو در اولویت قرار میده و به این صورت به اصطلاح منقبض‌تر میشه. مقدمه بر جامعه بین‌المللی اول در جامعه ایران و نیروهای خودش، نیروهای خودش که ببینن که به اصطلاح این انتخاباتی تونسته برگزار بکنه و کسانی اومدن و اینو، الان نیروهای خودش متزلزلن و ناچاره به اینا روحیه بده. ببینیم، اما ناچاره که از این صرف نظر بکنه و انقباض بکنه. حالا روحانی، خب الان بحثمون سر روحانیه. روحانی همیشه خب مجیز خامنه‌ای رو گفته، حتی وقتی هم که رد صلاحیت شد بازم اومد و مجیز خامنه‌ای رو گفت و دوباره همون حرفایی رو که همون چیزی رو که خامنه‌ای می‌خواست، یعنی حضور پای صندوق‌های رأی رو تکرار کرد. با شرکت بکنیم در انتخابات. بله. سوال اینه که خب فرض کنید روحانی رد صلاحیت نشه و انتخاب بشه در مجلس خبرگان، مجلس خبرگان هم که خب نقش چندان فعالی نداره، این چه ضرری واسه خامنه ای داره؟ خود روحانی و ده تای دیگه مثل روحانی اگر در شرایط عادی بیان توی مجلس خبرگان، هیچ خطری برای خامنه ای نداره. به خصوص که خامنه همونطوری، روحانی همونطوری که گفتید آدم مجیزگو و بزدلیه. اما خب در شرایط بحرانی و خطرناک و اینها، خود این روحانی میتونه به قول معروف شاخ بشه و نخ نباتی بشه که اون به اصطلاح مخالفت های پراکنده حولش به اصطلاح کریستالیزه بشه در این فضا. خب در خبرگان هم که آخوندهایی هستن که اگرچه خامنه‌ای رو دستچین کرده، اما خب در شرایط اون شرایط بسا خطرناک، شرایط خطرناکی میگیم این چی؟ خب همه در درون رژیم هم روی این اتفاق نظر دارن که این خبرگان، خبرگان متفاوتی است از خبرگان‌های قبلی، اگرچه نهاد خبرگان نهاد خفته ایه، معمولا فعال نیستش، اما اینجا میگن که این خبرگان در واقع ابزار دست خامنه ایه برای حل و فصل مسئله جانشینی و خامنه ای اونطور که گفته میشه پسرش مجتبی رو برای این کار در نظر گرفته و برای این میخواد که هیچ مخالفتی و هیچ مقاومتی نباشه. کافیه که مثلا یه آدمی مثل روحانی یا نمیدونم پور محمدی در خبرگان باشن و اینها انقلت در بیارن و اون وقت سایرین رو هم ممکنه که حول خودشون جمع بکنن و خب این برای خامنه‌ای خیلی خطرناکه، به خصوص که مجتبی هم به اصطلاح خیلی هستن که به خصوص در بین آخونده ها خب قبولش ندارن. اگر قرار به اصطلاح چیز آخوندی باشه خب خیلی جلوتر از مجتبی هستن، اگر قرار بر خلافت موروثی باشه باز جلوتر از مجتبی خامنه‌ای حسن خامنه‌ای هستش، حسن خمینی هستش که اون خب خیلی مقدمه بر این. بنابراین در برابر چنین خطراتی خب خامنه‌ای ناچاره که اینطوری همه درس ها و شکاف های بالقوه رژیمش رو که الان هم مادی نیست، الان هم دیده نمیشه، اینها رو هم بگیره. بله.
حالا فرض بکنیم که این مهندسی انتخابات اونجور که خامنه ای میخواست 100% پیش بره و یک مجلس به عبارتی خالص سازی شده، 100% خالص خالص در واقع محصل این انتخابات باشه، آیا دیگه خامنه ای خیالش راحته؟ آیا مهار و اوضاع به طور کامل دستشه؟ فرض بکنیم که اگر خامنه ای در این نمایش انتخاباتی هم موفق بشه، به قول شما 100% و یک مجلس 100% خالص شده و یک خبرگان 100% خالص شده بیاره، تازه نهایتا شکاف های درون رژیم رو بسته، که البته این هم به نظرم نمیشه روش خیلی قسم خورد، به خاطر اینکه همین مجلسی که الان هست اینا تماما دستچین شده بودن دیگه. به قول اون مهدی نصیری 70 تا بساس سردار سپاه وارد این چیز کرده بودن، لابد در انتخابات بعدی هم اون میگفتش که ما 140 تا وارد بکنین، و همه اینها مگه از 7 تا فیلتر شورای نگهبان و وزارت کشور و چی رد نشده بودن، و دیدیم که بعدن خب کار به کجا رسید. این ذاتی رژیمه که برغم این یک دستسازی ها، یک دستسازی ها باز همیشه منجر به انشقاق و شکاف و اینا میشه. اما فرض بکنیم که خامنه‌ای در این هم موفق بشه، یعنی بتونه این رژیمش رو 100% یک دست بکنه، خالص بکنه و مهار اوضاع رو در چنگ بگیره، اما تهدید که در درون رژیم نیستش که. تهدید در وهله اول مردم به سطوح آمده جامعه هستن، تهدید جوانان کف خیابون هستن و اینها هستن، اینا که این نمایش انتخابات و اینا براشون نمیتونه چیز باشه که تعیین کننده باشه، و همون شرایط انفجاری که قیام 1401 رو ایجاد کرد 10 بار و 100 بار بیشتر اون عوامل الان در کار هست برای قیام بعدی. اجازه بدید من برای اینکه سخن رو کوتاه بکنم از یک مثلا برنامه که آدمای رژیم تو شرکت داشتن، دو تن از مهره های رژیم، یکی به نام زیدآبادی، یکی هم بخارایی، که در تاریخ 4 بهمن هم در یکی از سایت های حکومتی این پخش شد، از اون بیارم که زیدآبادی اونجا میگه که این وضعیت اگر تغییر پیدا نکند در یک سراشیبی سقوط خیلی خیلی خطرناکی در پیش هست. الان مدت هاست که زنگ های خطر به صدا در آمده. بخارایی اون طرف دیگه میگه که با ضرب و زور و تهدید و زندان و اعدام که جامعه سرپا نمیشه، تو بستر زمانی 1 الی 1.5 سال وقت تعیین میکنه برای سرنگونی رژیم، میگه 1 الی 1.5 سال آینده، بیشتر هم نه، جامعه دیگه تحمل ندارد. همانطور که زمین ها دارد فرونشست میکند و فقط سکونت میشود، کل جامعه هم فرونشست اجتماعی میشه و فروپاشی اجتماعی. این فروپاشی میگه فروپاشی اجتماعی، در واقع منظورش سرنگونیه. بنابراین نه، با این خالصسازی ها دردی از مثلا درد بی درمان رژیم که همون سرنگونی محتوم هست دوا نمیشه. بله، خیلی تشکر میکنم از توضیحاتتون و حضورتون در این برنامه.